ساواک با ایشون پاوروز باغ پاوروز بربر میکردیم. حاج خانم اینجا منتظر مرغابی بیاد. شراره خانم نیستن؟ شراره نه. این با شراره نسبت شراره ماش طلایی فلان اینجوری بله های کلاسی قدیمی. سلام و عرض ادب، حال شما چطوره؟ ویدیوهای ما کم کم داره یه رنگ و بوی جدیدی به خودش میگیره و ما از اون چیزی که درش تخصص داریم بیشتر با شما ویدیو به اشتراک میگذاریم، یعنی آشپزی که همه ما آدم ها همه ساکنین کره زمین عاشق غذا هن. و چه غذایی از اون بهتر؟ غذای شمالی ها، قلبه و جگر و ریه و روده و شکمبر و اینا رو چرخ میکنن وقتی که شفاف باشه، بوی خوبی داشته باشه، قرمز باشه، یعنی تازه است. پیازشو هم میتونید نگینی خورد کنید، هم میتونید همین خلالی خورد کنید. به همین اندازه پیاز نرم بشه کافیه. فقط من روغن میزنم، یه خورده چربش میکنم و خیلی سریع تمام گوشت رو بهش اضافه میکنم. حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت کافیه که این به همراه آب پیاز و چربی خود گوشت بپزه مقداری و زمانی که آبش خشک شد من بهش ادویه و گوجه رو اضافه میکنم. تو این چند دقیقه میرم تو باغچه چند تا گوجه تازه بیارم و شما رو دعوت میکنم که از باغچه منم یه سانیای دیدن کنید. بفرمایید بریم. دختر بالا بیا، اینا عاشق این برگای میوه هست، بخورین بخورین، دعوا نگیرین دیگه. وانی با دوستای خوشگلت حال میکنی؟ وانی دوستای جدید داری؟ خوشحالی؟ سه تا برگ اینجا ریخته، اینو بر نمیداره، میره از جلوی اونا بر میداره. چی بچه پولیه اینجا باسماست و انداخته دیگه.
برای وابیشکا من حسابی دست دل بارزانه از این گوجه های محلی استفاده میکنم که واقعا خوشمزش میکنه. ببینید تهش یه خورده هنوز چربی و آب داره، اما بیشتر این دیگه چربیه. این گوشته توی این مرحله هر مقداری از این گوشته که نیاز دارید و میتونید بذارید، اون بخش اضافه شو میتونید بذارید یخچال برای دفعات بعد. و اینکه اینو خام تو یخچال نگهداری نکنید، حتما این مراحل رو طی کنید، با پیاز و نمک اینو بپزید، در واقع سرخ کنید این شکلی، بعد اینو بذارید تو یخچال بمونه تا یک هفته ده روزم میمونه، اگه فریزر باشه یخ بزنه که بیشترم میمونه. میدیم سراغ سرخ کردن غذا و در واقع پیاز مرحله بعد. تو این مرحله حرارتو بیشتر میکنن. داری فلفل قرمز به همین پیاز میزنم. نصف قاشق غذاخوری زردچوبه بزنید. زردچوبه وقتی که تف داده شد همه رو با هم مخلوط کنید. یک قاشق غذاخوری زردچوبه بهش اضافه کنید به همراه یک قاشق روغن. و در این مرحله که روغن و آبش کم شده، من به جای اینکه مجدداً بهش روغن اضافه کنم این گوجه رو اضافه میکنم که با آب گوجه این مجدداً باز هم بپزه، آب میفته و باز هم میپزه. این هم از غذای امروز ما، چه این شکلی سرو کنید و یا به این صورت سرو کنید. این هم پیشنهاد امروز سرآشپز بود، هم برای سفره رنگین خونه شما و هم اگر به عنوان یه شغل بخواید بهش توجه کنید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی داشته باشید و من آرزو میکنم آرزوهاتون تو دسترستون باشه. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.